درود بر تمام مشتریان افغان ما این پیام از طرف تیم حقوقی پناهندگی شما در مدافعان مهاجران لایت هاوز است امیدواریم این پیام شما را در سلامتی و روحیه خوب بیابد این پیام برای تمام مشتریان افغان ما در نظر گرفته شده است که ما به آنها در درخواست پناهندگی کمک کرده ایم. ما می خواهیم از این پیام ویدیویی برای ارائه به روزرسانی مختصر در مورد سه موضوع مهم مرتبط با روند مهاجرت به مشتریان افغان خود استفاده کنیم اول به روزرسانی کلی در مورد پرونده های معلق پناهندگی شما و زمان انتظار طولانی غیرمنتظره است که بسیاری از شما با آن مواجه شده اید دوم مرور کوتاه بر درخواست الحاق خانواده های افغان که اخیرا اعلام شده است فرم DS4317 در حالی که ما قبلا با همه مشتریان خود که معتقدیم واجد شرایط ارسال این فرم هستند تماس گرفته ایم می خواهیم یک نمای کلی از برنامه ارائه دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که همه مشتریان ما برنامه روند آن و هر گونه محدودیت در واجد شرایط بودن را درک می کنند. و در آخر ما می خواهیم به همه مشتریان خود که هنوز تاییدیه درخواست های پناهندگی خود را دریافت نکرده اند. با نزدیک شدن به تاریخ انقضای دو ساله بسیاری از کارت های مجاوز استخدام به روزرسانی برنامه های خود را برای فرایند تمدید مجوز استخدام ارائه دهیم بیایید با به روزرسانی در مورد پرونده های پناهندگی در انتظار شما شروع کنیم ما با موفقیت درخواست پناهندگی را برای تمام مشتریان افغان خود ارسال کرده ایم اکثریت قریب به اتفاق مشتریان ما قبلا در مصاحبه های پناهندگی خود در USCIS دفتر پناهندگی در شیکاگو شرکت کردند و تنها تعداد انگشت شماری از مصاحبه ها هنوز در انتظار هستند ما با هیجان اعلان میکنیم که به آرامی شروع به دریافت اعلامیه های تایید پناهندگی برای برخی از مشتریان خود کرده ایم و مشتاقانه منتظر دریافت تعداد بیشتری از مشتریان هستیم متاسفانه و همانطور که بسیاری از شما قبلا میدانید بسیاری از مشتریان ما هنوز در انتظار تعیین پناهندگی خود در طی 150 روز پیش شده از تاریخ مصاحبه فردی شما هستند ما می خواهیم به شما اطمینان دهیم این این تاخیرها ناشی از افزایش تعداد پرونده های پناهندگی در سیستم مهاجرتی ایالات متحده است که کارکنان آن کم است و این تاخیرها به هیچ وجه نشان دهنده مشکلات پرونده های پناهندگی شما نیست ما مطمئن هستیم که همچنان به دریافت اعلامیه‌های تاییدیه به صورت ثابت ادامه خواهیم داد با این حال ما متاسفانه نمی توانیم تخمین قابل اعتمادی برای مدت زمانی که انتظار داریم این فرایند برای همه مشتریان منطول بکشد ارائه دهیم. اگر در مورد پرونده و وضعیت خاص سوال یا نگرانی دارید می توانید با دفتر ما تماس بگیرید و به شماره 616217 نو دو یک پیام بگذارید یا به آدرس oar.lia-michigan.org برای ما ایمیل بگذارید. ما همیشه اینجا هستیم تا در طول این فرایند به سوالات شما پاسخ دهیم. اکنون می خواهیم مرور کوتاه بر برنامه الحاق خانواده های افغان، که توسط دولت ایالات متحده در ماه جنوری اعلام شد ارائه دهیم همان طور که قبلا ذکر کردیم ما قبلا با همه مشتریان خود تماس گرفته ایم که معتقدیم واجد شرایط درخواست برای این برنامه هستند با این حال ما می خواهیم مشتریان ما در مورد این برنامه و فرایند مطلع شوند ما امیدواریم که این اطلاعات به شما کمک کند تا به سوالاتی که ممکن است داشته باشید پاسخ دهید و همچنین به اطلاعات نادرست یا نادرستی که ممکن است شنیده باشید رسیدگی کنید در ماه جنوری امسال دولت ایالات متحده اعلام کرد که ادبای افغانی که از طریق برنامه پرول مشروط پناهجویان افغان پذیرفته شده اند می توانند در را برای آوردن برخی از اعضای خانواده های خود از افغانستان برای پیوستن به آنها در ایالات متحده ارائه دهند در حال حاضر این برنامه متاسفانه فقط واجد شرایط بودن برای همسران و فرزندان صغیر متقاضی می باشد به با این معنی که اعضای خانواده مانند والدین پدر بزرگ و مادر بزرگ خواهر و برادر واجد شرایط این برنامه نخواهند بود. برای درخواست برای این برنامه، متقاضی باید یک درخواست آنلاین به نام فرم DS-4317 برای همه اعضای خانواده شامل درخواست ارسال کند. پس از تصمیم نمودن فرم DS-4317، دولت ایالات متحده ابتدا بررسی سوابق اعضای خانواده هی را که هنوز در افغانستان هستند انجام خواهد داد در نهایت دولت با اعضای خانواده در افغانستان تماس می گیرد تا ترتیب تخلیه به کشور سالسی را بدهد جایی که آنها مکان امن برای اقامت خواهند داشت تا بررسی سوابق و پروسه مهاجرت تکمیل شود این کشور سوم به احتبال زیاد قطر خواهد بود از آنجا پردازش بیشتر مهاجرت در کشور سالس تکمیل خواهد شد سپس اعضای خانواده با هواپیما به ایالات متحده منتقل می شوند تا با یکی از اعضای خانواده متقاضی متحد شوند متاسفانه دولت ایالات متحده هیچ اطلاعات در مورد جدول زمانی مورد انتظار برای این فرایند ارائه نکرده است ما نمی توانیم تخمین مطمئن از مدت زمانی که طول میکشد تا اعضای خانواده از افغانستان تخلیه شوند در یک کشور سالس تحت پردازش قرار گیرند و در نهایت در ایالات متحده پذیرفته شوند ارائه کنیم علاوه بر این تا اکنون هیچ راهی برای بررسی وضعیت درخواستی که ارسال شده است وجود ندارد ما همچنان به نظارت بر وضعیت و ارائه و روزرسانی ها ادامه خواهیم داد زیرا اطلاعات جدید از دولت در مورد این برنامه و چارچوب های زمانی مورد انتظار برای این فرایند دریافت می کنیم با محض دریافت هر گونه به روزرسانی در مورد پرونده خاص شما یا هر گونه به روزرسانی در مورد پرونده عضو خانواده شما با شما تماس خواهیم گرفت تا به شما اطلاع دهیم یک بار دیگر اگر در مورد موقعیت خاص خود سوال یا نگرانی دارید می توانید با دفتر ما تماس بگیرید و به شماره 616-217-9217 پیام بگذارید یا به آدرس oar@ at LIA dash میشیگن ایمیل بگذارید ما همیشه اینجا هستیم تا در طول این فرایند به سوالات شما پاسخ دهیم در نهایت ما می خواهیم اطلاعات را در مورد روند تمدید مجوز استخدامی یا Employment Authorization و نحوه برنامه ریزی ما برای اطمینان از حفظ مجوز کار با نزدیک شدن به پایان دوره دو ساله مجوز کار برای افغان های پرول ارائه دهیم با نزدیک شدن به دومین سالگرد سقوط کابل از دولت ایالات متحده انتظار داریم که اطلاعات را در مورد برنامه آزادی مشروط مجدد برای افغان هایی که تحت عنوان وضعیت آزادی مشروط پناهجویان افغان وارد ایالات متحده شده اند منتشر کند ما چندین مشتری دارشته ایم که به دفتر ما آمده اند و از ما میپرسند که آیا باید برای وضعیت محافظت شده موقت یا تی پی از درخواست دهند با این حال ما به هیچ یک از مشتریان افغان توصیه نمی کنیم که برای آن درخواست دهند زیرا مزایای کارت پول شما کارت غذا و سایر منابع حمایتی ارائه شده توسط ایالات متحده را تمدید نمی کند. در مورد مجوز کار شما ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که وضعیت مجوز کار شما دچار نقصان نمی شود. بنابراین ما شروع به تمدید مجوزهای کار برای مشتریان افغان خود خواهیم کرد که تحت آزادی مشروط وارد شدند. ما نمی توانیم مجوز کار را تا 150 روز یا کمتر قبل از تاریخ انقضا تمدید کنیم لایت هاوس از اواسط ماه می بر اساس ترتیب ارسال درخواست پناهندگی شما و دولت ایالات متحده با افرادی که واجد شرایط تمدید مجوزهای کاری خود هستند تماس خواهد گرفت به طور مثال اگر در آگست 2021 از افغانستان به ایالات متحده آمده اید ما به احتمال زیاد درخواست پناهندگی شما را قبل از آگست 2022 ارسال کرده ایم شما اولین گروهی خواهید بود که ما در مورد تمدید مجوز کار با شما تماس می گیریم اگر در دسامبر 2021 وارد شده اید و درخواست پناهندگی شما قبل از دسامبر 2022 ارسال شده است می توانید انتظار داشته باشید که لایت هاوس چند ماه بعد با شما تماس بگیرد تا مجوز کار شما را تمدید کند در حال حاضر ابتدا تمدید مجوز کار شما یک زمانت است زیرا ما منتظریم دولت ایالات متحده تمدید وضعیت آزادی مشروط بشردوستانه برای ادوای افغان را اعلام کند ما انتظار داریم که دولت ایالات متحده تمدید وضعیت آزادی مشروط بشر برای افغان را در تابستان اعلام کند با این حال در حال حاضر ما جزیات دقیق را نمی دانیم. هنگامی که دولت جزیات روند تمدید آزادی مشروط بشر را اعلام کند ما به روزرسانی در مورد برنامه های خود برای تکمیل فرایند تمدید برای همه مشتریانمان که هنوز ادلایه های تایید پناهندگی خود را دریافت نکرده اند ارائه خواهیم کرد برای مشتریان ما که اعلامیه های تاییدیه پناهندگی یا اسایلم اپروول خود را دریافت کرده اند وضعیت پناهندگی مجوز کار خودکار اعطا می کند و در حال حاضر نیاز به تمدید مجوز کار نیست شما می توانید به کارفرمای خود آی 94 جدید خود را نشان دهید که سند با مهر آبی است این سند اکنون به عنوان مجوز استخدام شما عمل می کند یک بار دیگر اگر در مورد و موقعیت خاص خود سوال یا نگرانی دارید می توانید با دفتر ما تماس بگیرید و به شماره 616 217 دو no یک هفت پیام بگذارید یا به آدرس OARIA میشیگان نقطه اوG ایمیل بگذارید. ما همیشه اینجا هستیم تا در طول این فرایند و سوالات شما پاسخ دهیم. و طور خلاصه، لایت هاوس تمام درخواست های پناهندگی افغان ها را با تعداد کمی تایید تا اکنون ارسال کرده است دولت ایالات متحده برای رسیدگی به آنها زمان زیادی صرف می کند بنابراین همه ما باید صبور باشیم و, منتظر بمانیم تا آنها به بررسیشان ادامه دهند هاوس با تمام افغان های واجد شرایط در مورد فرم DS4317 اتحاد مجدد خانواده های افغان تماس گرفته است. ما راه برای بررسی وضعیت این فرم نداریم. بنابراین باید منتظر باشیم تا دولت ایالات متحده اقدامات بعدی را برای انجام, انجام بررسی سوابق آن اعضای خانواده انجام دهد. و این روند را ادامه دهیم ما چارچوب زمانی نداریم که دولت ایالات متحده چقدر طول می کشد تا اعضای خانواده را در ایالات متحده متحد کند لایت هاوس با افغانهای واجد شرایط تماس خواهد گرفت تا جواز کار آنها را به ترتیب زمان ارسال درخواست پناهندگیشان تمدید کنند برای وضعیت محافظت شده موقت یا TPS درخواست نکنید دولت ایالات متحده هنوز تمدید وضعیت آزادی مشروط بشردوستانه برای اتبای افغان یا هیومنیترین پارول را اعلام نکرده است هنگامی که آنها این کار را انجام دهند در مورد این که این فرایند چگونه به نظر می رسد با شما تماس خواهیم گرفت ما امیدواریم که این اطلاعات مفید بوده باشد و آیده ای را در مورد آنچه که در ادامه روند مهاجرت شما انتظار دارید را در اختیار شما قرار دهد همانطور که قبلا ذکر کردیم ما همیشه اینجا هستیم تا به هر سوالی که ممکن است در مورد پرونده یا وضعیت خود در ایالات متحده داشته باشید کمک کرده و پاسخ دهیم لطفا در تماس با ما دریغ نکنید ما مشتاقانه منتظریم تا اطلاعات دقیقتری را در صورت در دسترس قرار گرفتن در اختیار شما قرار دهیم و ما بهترین ها را از تیم حقوقی پناهندگی شما در مدافعان مهاجران لایت هاوس برای شما آرزو می کنیم